در اعتراضات زن زندگی آزادی، دانشگاه ها اکثرا دانشجویان دختر در صف اول بودند. این چیزی نبود که ما در سالهای گذشته شاهدش باشیم. با تمام سیاست هایی که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته انجام داده بود، ببینید 88 دانشگاه ها جوری سرکوب شد که 10 سال ساکت بود. اساتید رو طی این سالها داشتن عوض میکردن. فضای امنیتی رو در دانشگاه ها طی این سالها توسط بسیج، توسط جامعه اسلامی، توسط نهادهای دانشجویی که حکومت در دانشگاه در واقع گذاشته بود، اینها فضای دانشگاه رو تغییر دادن. اساتید به راحتی نمیتونستن، حتی اساتیدی که از گذشته بودن به راحتی نمیتونستن تدریس کنن. همه اینها گزارش میشد، همه فعالیت های دانشجویان کنترل میشد. ولی بعد از 10 سال، حالا خیلی ها فکر کردن جنبش دانشجویی مرد، دانشگاه تمام شد. نقش میانجی دانشگاه در جامعه رو به راحتی نمیشه حذف کرد. اون چیزی که جمهوری اسلامی خواسته ته این سالها یک ایجاد یک دستگاه پروپاگاندای حکومتی و توجیهگر سیاستهای جمهوری اسلامی بوده که این اساساً با تفکر انتقادی و روح تکثرگرای دانشگاه مغایر هست. دانشجو نمیتونه ببینه سیاستهایی که در کشورش اجرا میشه سیاستهای غلطی هست و آینده کشور رو تباه کرده و ساکت باشه.